شبتون بخیر، به برنامه دیگه از گریت خوش اومدید. برای اولین بار پس از انقلاب، رئیس جمهور ایران در امور اقوام و اقلیت‌ها دستیار ویژه انتخاب کرده. علی یونسی، وزیر اطلاعات دوره خاتمی، به عنوان دستیار ویژه رئیس جمهور در این امور منصوب شد. به نظر شما دستیار ویژه حسن روحانی برای اقلیت‌ها چه خواهد کرد؟ اصلا چه الزامی سبب شد که روحانی یک دستیار ویژه در امور اقوام و مذاهب انتخاب کنه؟ اگر خودتون رو از اقلیت‌های قومی یا مذهبی می‌دونید، انتظار شما از حکومت چیه؟ من رویا ملکی و آرش سیگارچی منتظر شنیدن صدای شما هستیم. با شما تماس 202-600-9243-60 می‌تونید به برنامه خودتون بیاییم و از طریق فیسبوک با من چت کنید. من منتظر شما هستم برای چت آنلاین و نظر شما در مورد موضوع امشب. یادتون نره اسکایپ روی خط میتونه شما رو صوتی و تصویری به برنامه بیاره و همینطور ایمیل یکی از راه‌های ارتباطیه که شما به برنامه میتونید بیاییم و توییتر روی خط رو تنها نذارید. به برنامه خودتون خوش اومدید. وقت بخیر. در این پنجشنبه بیننده روی خط هستید که به بحث حقوق اقوام و اقلیت‌های مذهبی در ایران اختصاص داره. مدت هاست برخی اقوام ایرانی نسبت به بی‌توجهی‌ها به حقوقشون معترضند. مسائلی چون بی‌توجهی به آداب و فرهنگشون. در خبرها بارها می‌شنویم که برگزاری آیینی در آذربایجان، گیلان، خوزستان یا سیستان و بلوچستان با ممانعت ماموران امنیتی برهم خورده. یا اقلیت‌های دینی، چه اونها که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران حقشون تضمین شده و چه دیگر ادیان و مذاهب. رئیس جمهوری ایران با انتصاب دستیاری ویژه وعده داده به دنبال احیای حقوق اقوام و اقلیت‌های مذهبی است. امشب نظر چند فعال حقوق بشر و مدنی رو درباره چشم‌اندازشون به این وعده رئیس جمهوری ایران رو می‌شنویم. و البته نظر شما بینندگان گرامی، به نظر شما چرا تاکنون حقوق اقوام ایرانی و اقلیت‌های مذهبی مورد بی‌توجهی واقع شده؟ آیا ایجاد چنین دستیاری و انتصابی میتونه به حل مشکلات کمک کنه؟ چشم‌انداز شما چیست؟ صدای شما رو روی خط میشنویم. همکارم رویا. آرش، این انتخابی که از انتخابایی بود که خیلی در شبکه‌های اجتماعی هم سر و صدا داشت و کاربرای زیادی و مشغول خودش کرد. خیلی‌ها به این پرداختن که به هر حال یک آدم امنیتی چطور میتونه برای برقراری امنیت در بین اقوام و قومیت‌ها و همینطور مذاهب دینی مختلف در ایران بخواد امنیت رو برقرار کنه. یکی از سوال‌هایی بود که کاربران شبکه‌های اجتماعی می‌پرسیدن و گروهی هم می‌گفتن اصلا یک فرد امنیتی تنها میتونه امنیت رو برقرار کنه و این بهترین انتخاب بود. به هر حال اما بهترین و بزرگترین نکته‌ای که بهش اشاره میشد در بین کاربران شبکه‌های اجتماعی این بود که بعد از سالها، بعد از انقلاب، یک نفر انتخاب شده برای بررسی این امور. حالا باید ببینیم که چه کار میخواد بکنه و چه بازخوردهایی خواهد داشت، اما ما منتظر ببینیم نظر شما به عنوان بیننده روی خط چیه. رویا، ابتدای برنامه نگاهی بیاندازیم به این که چه شده که این معاونت، در واقع این دستیاری از سوی آقای روحانی انتخاب بشه. اگه دنبال می‌کردید خبرهای انتخاباتی رو، حسن روحانی و محسن رضایی از جمله نامزدهایی بودن که تاکید می‌کردن روی دنبال احیای حقوق اقوام هستن. حسن روحانی قبل از انتخابات گفته بود تدریس زبان مادری ایرانیان، کردی، آذری، عربی و غیره در سطوح مدارس و دانشگاه‌ها، گفته بود در بیانیه شماره 3 که به از جمله برنامه‌هایی که در دولتش اگه پیروز بشه دنبال می‌کنه، و همچنین اشاره کرده بود به تغییر نگاه امنیتی نسبت به اقوام و فرهنگ‌های ایرانی. رئیس جمهوری ایران بعد از اینکه انتخاب شد تو مراسم تودیع و معرفه وزیر سابق و جدید کشور اعلام کرد در دولت تدبیر و امید هیچ مقامی به ویژه مسئولان وزارت کشور نباید بین اقوام و مذاهب مختلف، ادیان رسمی در دادن حقوق شهروندی تفاوتی قائل شوند، چرا که همه در این حقوق برابر هستند و هیچ فرقی بین یک ترک، لور، بلوچ و عرب وجود ندارد. به نوعی اشاره رئیس جمهوری ایران به تبعیضایی بود که خب به برخی مقام ها رو به برخی اقوام ایرانی نمیدادن در سالهای گذشته که بهش اشاره کرد. یه نامه ای امضا کردن فعالان مدنی، در واقع درخواست 160 فعال مدنی از روحانی برای رفع تبعیض علیه اقلیت‌ها بود که به طور مشخص تو اون نامه اشاره به جامعه بهائیان کرده بودن به خاطر فشارهایی که بر اونها هست و همچنین اهل حق و درویشان که من از رادیو فردا نقل کردم. با همه این وضعیت آقای روحانی در نهایت
تصمیم گرفت، ابتدا وعده داده بود که معاونی رو منصوب میکنه، اما به دستیار ویژه اکتفا کرد و علی یونسی رو به عنوان دستیار ویژه در امور اقوام و اقلیت‌های مذهبی و دینی منصوب کرد. این انتخاب همونطور که اول برنامه گفتم از دو جنبه خیلی مد نظر قرار گرفت، بود اینکه بعد از اینکه چرا یک فرد امنیتی انتخاب شده، اما بهترین نکتهش این بود که بعد از این همه سال به هر حال در حکومت ایران یک نفر انتخاب شد که امور مربوط به اقلیت‌های دینی و مذهبی رو پیگیری کنه و در حقیقت راه به دولت پیدا کرد این مباحث. اما سینا نوشته به کار بردن واژه اقلیت یعنی جدا کردن خط‌کشی بین اقوام مختلف یک ملت، گفته هر شهروند جزی از یک اکثریت واحده که همه اعضای اون از حقوق برابر برخوردار هستند. تفکیک اعضای یک جامعه به اقلیت و اکثریت در جوامع توسعه نیافته یا حتی در حال توسعه منجر به پایمال شدن حقوق گروه به اصطلاح اقلیت توسط اکثریت خواهد شد. این کاربر نمیشه چیزی که به وضوح تو ایران میشه مشاهده کرد این هستش و اقوام ایرانی اجزای تشکیل دهنده مجموعه واحد ملت ایران هستند در حوزه جغرافیای ایران بزرگ و این یک واقعیته. نکته مهمی رو گفتی از نظر این بیننده‌ای که با ما تماس گرفت. بریم سراغ بیننده‌ای که روی خط هستن و با برنامه خودشون روی خط میخوان نظر بدن و دیدگاه خودشون رو بیان کنن. اول سراغ آرش بریم که از تهران روی خط ماست. سلام عرض میکنم خدمت شما آقای سیگارچی عزیز و همه بیننده‌های عزیزتون. آقای سیگارچی، من یک بهایی هستم، عنوان یک بهایی از هیچ حقی در اینا واقعا برخوردار نیستم. ببینید، ما بهایی‌ها در اینا واقعا در فشاریم و امکان هیچ فعالیتی برای ما وجود نداره اصلا و از خیلی از حقوقی که یک شهروند در ایران برخورده است ما محرومیم. من فکر میکنم که انتخاب دستیار ویژه‌ام که ریاست جمهوری روحانی جدیداً انتخاب کردن، فکر نمیکنم برای ما خصوصا جامعه بهایی در ایران نفعی داشته باشه. چرا فکر میکنی برای شما نفعی نداشته باشه؟ چون معمولا بهایی‌ها در ایران دیده نمیشن، به نوعی واقعا دچار سانسور شدن از طرف حاکمیت. اون چیزی که من فکر میکنم بیشتر برای ما مفیده اینه که ما بتونیم از طرف یک رسانه این ظلمی که در حق ما میشه رو بتونیم مطرح بکنیم و بازگو کنیم. من خواهش میکنم از رسانه صدا آمریکا، خواهش میکنم از خانم درخشش، آقای عزیز، اولا این موضوع من تکذیب میکنم، اما هر کس هم هر دینی داشته باشه به خودش ربط داره و تو حوزه شخصی. حالا چون من فکر میکنم بعضی از بینندگان میان روی خط سعی میکنن با استفاده از برخی اطلاعات غلط یه جورایی برنامه رو از اون مسیر هستش منحرف کنم. خواهش میکنم اگر میاد روی خط دیدگاه خودتون رو بیان کنید، نظر خودتون رو بیان کنید. خیلی استقبال میکنیم، هیچ تعصبی سر این نداریم که موافق باشید یا مخالف، اما خواهش میکنم اگر میاد روی خط فقط دیدگاه خودتون رو بیان کنید و یه مقدار اطلاعات غلط ندید. سپاسگزارم. رویا محمد صادق، نمیشه وقتی به حدود 20 میلیون جمعیت اهل تسنن اقلیت گفته میشه، البته این آمار هم آماری هستش که این کاربر نوشته و تأیید یا تکذیب نمی کنیم. همچنان گفته شما انتظار داریم با ادیان و مذاهبی که حتی زیر 1 میلیون جمعیت دارن چجور برخورد کنن؟ گفته تبعیض وقتی در بین اکثریت وجود داره نباید کسی رو در اقلیت قرار داد. همینطور کاربری به نام سهند نمیشه، وقتی اگر از بالا به هم دیگه نگاه نکنیم، به اقلیت و مذهب خود رو برتر ندونیم، تمام مشکلات بشر حل خواهد شد. این مشکل اساسی ما باید به همین اکتفا کنیم. و پیام کاربر دیگه‌ای هستش که گفته خیلی از این اقوامی که در ایران به خصوص در مرزها هستن اصالت ایرانی ندارند، ولی چون ملیت ایرانی دارن به نظر من باید از حقوق مساوی برخوردار باشن. یعنی به نظر پیام گفته باید از حقوق مساوی برخوردار باشن. البته در ایران چیزی که باعث تبعیض میشه به نظر پیام دین مردم هست و نه ملیتشون. گفته ایرانی باشن یا نباشن مهم از نظر حکومت دینه نه چیز دیگه. مثلا کردها ایرانی الاصل هستن و ریشه در ایران دارن، ولی در مدیریت ایران کوچکترین سهمی ندارن چون سنی هستن، که از نظر این کاربر گفته این هم کار درستی نیست. اشاره کرد این کاربر به بحث اهل سنت. به هر حال با اینکه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران حقوق اهل سنت رو به اندازه مسلمانای شیعه تضمین کرده، اما خب تو سالهای گذشته خیلی ها معترض هستند به اینکه حقوقشون رعایت نمیشه. من ساعت پیش با یک فعال مدنی صحبت کردم، حبیب الله سربازی، ایشون از اهل سنت هستند و دیدگاه خودش رو خیلی کوتاه در این مورد گفت. با هم بشنویم ببینیم این فعال مدنی چه میگه. چیزی که من
با تحقیق و مطالعه و بررسی که دارم از وضعیت جامعه اهل سنت ایران که خود من از همون جامعه هستم، با همون دردها، فشارها و رنجهایی که اونها برداشت کردن رو از نزدیک لمس کردم و احساس کردم، میتونم به جرأت بگم که تا الان نگاهی که به اهل سنت شده، نه تنها تبعیض‌ها و فشارهایی که بر اهل سنت بودن کمتر نشدن، بلکه روزانه یا سال به سال ما احساس کردیم که فشارها بیشتر و بیشتر شدن. در بخش‌های مختلف این فشارها دیده میشن. یک زمانی بود که به شکل ترور اینها ظاهر میشدن. در کنار این ترورها اعدام‌های بسیار زیادی داشتیم، از اهل سنت خراسان بودن، از تالش داشتیم، از جنوب ایران داشتیم، از بلوچستان داشتیم، از کردستان داشتیم، از کل مناطق اهل سنت ایران اعدام‌هایی داشتیم. چیزی که ما از آقای علی، از آقای یونس می‌بینیم اینه که خود ایشون یک چهره امنیتی دارن در ایران، کلا در مناصب امنیتی حضور داشتن، مخصوصاً اداره اطلاعات، یک ارگانیه که اکثر این انگشت‌های اتهام به سمت اداره اطلاعات نشانه رفته که این فشارها رو اعمال کرده، مخصوصا در مناطقی که مناطق اقوام هستند یا مذاهب خاص. این اداره اطلاعات بوده که بیشتر این فضاهای امنیتی رو ایجاد کرده. الان ایشون به عنوان دستیار تعیین شدن، نه به عنوان حتی یک معاون. آقای روحانی نوشته بودن که من یک معاون رو منتصب میکنم به عنوان مسئول اقوام و مذاهب و ادیان، در حالی که الان پشت پا زدن به اون وعده خودشون و یک دستیار رو مشخص کردن. یک معاون در جلسات هیئت دولت میتونه مشارکت داشته باشه، اما یک دستیار نمیتونه. با وجود اینکه بالاترین آرای خودشون رو از منطقه سیستان، بلوچستان و منطقه کردستان به دست آوردن، بالای 70-80% رأی آوردن، این انتظار رو ما جامعه اهل سنت، مخصوصا رهبران ما، این رو اعلام کردن. آقای مولانا عبدالحمید صاحب و کاک حسن امینی در مصاحبه های مختلف خودشون، در ملاقات هایی که داشتن با آقای روحانی، ازشون خواسته بودن و که این تبعیض‌ها رو برکنار بکنن و همچنین نگاه عادلانه‌ای داشته باشن. صدای حبیب‌الله سربازی بود از فعالان اهل سنت. بیننده برنامه روی خط هستید. به بهانه انتصاب علی یونسی به عنوان دستیار ارشد حسن روحانی در امور اقوام و اقلیت‌های مذهبی، از شما پرسیدیم که به نظر شما چشم‌اندازی داری این انتصاب و آینده چه خواهد شد. حسین از همدان بیننده است که روی خط ماست. حسین، نظر شما رو بشنویم. آیا صدای من رو میشنوه حسین؟ الو، صدای من داری؟ بله، صدای شما رو میشنویم حسین. بله آقای تیگاه، خدمت شما و روی خانم سلام عرض میکنم. ببینید، من از شما یه سوال دارم که بخره الان اون چی که برخی رسانه ها دارن میگن که در ایران حقوق بهاییان نادیده گرفته میشه و بهایی در ایران تحت این سری فشار هستن، اما من الان خودم به اینه مشاهده کردم که نه تنها در ایران، بلکه در الان در صدای آمریکا هم وقتی این بنده خدا این بهایی که الان تماسی به صحبت کنه، شما صداش رو قطع کنید. نه دوست عزیز، من صدای کسی رو قطع نمی کنم، ولی اینکه اگر کسی بیاد، چون ما که نمیتونیم بررسی کنیم، ما اصل رو بر این میذاریم که آدم هایی که تماس میگیرن صادقانه و با واقعیت صحبت میکنن، اما این نمیشه که من بیام روی خط و بخوام برای اینکه صدام شنیده بشه خودم رو به یه جای دیگه ای وصل کنم، بگم مثلا من بهاییم، اهل سنتم، نمیدونم اقلیت قومی هستم، و بعد بیام اطلاعات غلط بدم. اون بیننده داشت اطلاعات غلط میداد و مسئله رو شخصی میکرد، من به همین دلیل ازش عذرخواهی کردم، صحبتش رو قطع کردم. اگه شما نظری دارید خوشحال میشیم که نظر شما رو بشنویم. همین بود. ببین، من وقتی من چند بار دیدم توی برنامه شما وقتی اسم خانم ستاره درخشی به عنوان یک بهایی میاد که مطرح میشه، آخه این اطلاعات غلطه. ببینید آقای، ببینید، فرض کنید من از شما مگه پرسیدم که شما چه آیینی دارید؟ این مسئله شخصی، حداقل به خود قوانین جمهوری اسلامی هم رعایت نه، ببینید دارید مسئله رو شخصی میکنید. اجازه بدید بحث روی خط. نکته پایانی من عرض کنم خدمتتون. ببینید، صدای اجازه اگه بدین من صحبت کنم. خواهش میکنم مسائل رو شخصی نکنید. من نمیدونم، مثلا فرض کنید الان تلویزیون دولتی ایران یه برنامه بذاره، شما حسین آقا از همدان زنگ بزنید، بعد در مورد آقای مثلا فرض کنید رئیس صدا و سیما جمهوری اسلامی صحبت کنید، اصلا ربطی داره؟ خواهش میکنم اگر میاد روی خط نظر درباره موضوع برنامه بدید. بارها نشون دادیم، ثابت کردیم که در روی خط موافق یا مخالف یک موضوع بودن اهمیتی نداره، مهم اینه که این گفتمان و بحث شکل بگیره. بنابراین خواهش میکنم این دوستان خاصی که با یک نگاه میان توی برنامه و عملا هم
به این نتیجه رسوندن ما رو که فقط هدفشون انحراف از موضوع اصلی برنامه، یه مقدار مدارا کنن که دوستان دیگری که نشستن پای برنامه و میخوان از این برنامه چیزی استفاده کنن بتونن بیان نظر بدن و در بحث شرکت کنن. رویا؟ من نظر روت رو براتون بخونم که گفته مگر اقلیت‌ها هم حقی در ایران دارن؟ گفته من مسیحی هستم و روزهای عزاداری شیعیان ما مجبوریم که کلیساهامون رو ببندیم و گفته در ایران برای عقیده هم باید سکوت کنیم. خب برگردیم با رزگار از عراق بحث رو ادامه میدیم. پیام ها و تصاویر خود را به بخش فارسی صدای آمریکا بفرستید. برای اطلاعات بیشتر در خصوص ارسال تصاویر به صفحه شهروند خبرنگار در وبسایت بخش فارسی صدای آمریکا مراجعه کنید. یا یه نگاهی بکنیم به قانون اساسی جمهوری اسلامی. به هر حال دولت مردان ایران معتقدند که در قانون اساسی ایران حقوق تضمین شده، حالا اجرا نمیشه بعد از 35 سال، این بحث جدای خودش رو داریم. یه نگاهی بندازیم به اصولی که در اون به حقوق اقوام ایرانی اشاره شد. اصل 13 قانون اساسی ایران میگه ایرانیان زرتشتی، کریمی، مسیحی تنها اقلیت‌های دینی شناخته میشوند که در حدود قانون در انجام مراسم دینی خود آزادند و در احوال شخصی و سایر طبق قانون عمل میشه. اصل 14، خب دیدی تو اون اصل یه سری از اقلیت‌های مذهبی رو به رسمیت شناخته، اما تو اصل 14 نکته ای داره بعد از آیه‌ای که از قرآن آورده. نکتهش اینه که گفته دولت جمهوری اسلامی ایران و مسلمانان موظفن نسبت به افراد غیر مسلمان با اخلاق حسنه و قسط و عدل اسلامی عمل کنن. تو دیگه تو اینجا نیومده نگفته اون 5 تا اقلیت، برگشته گفته در با افراد غیر مسلمان. خیلی از گروه های مذهبی و اقلیت های مذهبی معتقدند که به خاطر این اصل باید حقوق اونها در ایران مورد احترام قرار بگیره. و نکته بعد اصل 15 قانون اساسیه که میگه درباره اقوام، خب طبیعتاً گفته که زبان و خط رسمی مردم ایران فارسیه، اما استفاده از زبان‌های محلی و قومی در مطبوعات و رسانه‌های گروهی و تدریس ادبیات آنها در مدارس در کنار زبان فارسی آزاد است. این نکته یه که برخی از فعالان حقوق اقوام بهش اعتراض دارن چون اجازه نداشتن. اصل 19 هم میگه مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ و نژاد و زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهد شد. بنابراین خیلی از فعالان اقوام میگن که وقتی که چون این اصلی در قانون اساسی هست باید بتونن یک نفر کرد، یک نفر اهل سنت، یک نفر فرض کنید اقلیت دیگر یا اقوام دیگه سمت‌های مهم رو در دولت بگیره. و آخرین نکته‌ای که میخوام تو این بحث بگم اصل 22 است که به صورت کلی میگه حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز کند. رویا، من در واقع نمیخوایم دفاع کنیم از این قانون اساسی، نه ردش کنیم، اما خیلی معتقدند فعالان حقوق مدنی میگن این نکاتی است که در قانون اساسی ایران پیش بینی شده اما عملا اجرا نمیشه. بعد ببینیم چند درصد اجرا میشه و اینا رو تنها کسانی که میتونن بگن که با این مباحث درگیر هستن، جزء اقلیت هستن. و اگر شما هم جزء اونها هستین، ما خوشحال میشیم که به برنامه خودتون، برنامه روی خط بیاین و بگید چه مشکلاتی دارین و چه انتظاری دارین بعد از اینکه بعد از انقلاب اولین دستیار انتخاب شده، از این دستیار چه توقعی دارین. رینار نوشته اینکه به زبان مادری خود بخوانیم و بنویسیم و زندگی کنیم و فرهنگ خود را که از گذشته‌های خود به میراث برده ایم حفظ کنیم از اساسی ترین حقوق اولیه یک انسانه. حال میخواهد آن انسان کرد باشد یا ترک یا لور یا بلوچ یا فارس و هر کس که بخواهد به بهانه یکی شدن و اتحاد دیگران رو، فرهنگ ها رو تقلیل و تضعیف کنه و با استفاده از عناصری مانند تمسخر و تحقیر سعی در غلبه داشته باشه، محکوم به نقض حقوق بشره. و همینطور تلی گفته تمام اقوام ایران باید از حقوق یکسان برخوردار باشن. خوب گفته بودم که رزگار بیننده از عراق روی خط ماست، ببینیم که نظرش چیست درباره حقوق اقوام و اقلیت های مذهبی در ایران. الو، سلام. بفرمایید، خواهش میکنم. مشکل اقوام و اقلیت های مذهبی از دو نظر باید حل بشه، یکی از نظر فرهنگی تو خود جامعه ایران کلن، یکی از نظر
اداره حکومت، یعنی کسایی که تو رأس حکومتن و حکومت میکنن، باید این بندهایی که تو قانون گنجونده شده اجرا کنن. بحث فرهنگیش که خیلی مهمتره، یعنی وقتی یه جامعه ای که قبول داشته باشه حتما خود به خود این بحث میکشه تو حکومت و حکومت شروع میکنه به اجرا کردن این قوانین. ولی وقتی که کل جامعه، یعنی اکثریت اونایی که زبانشون زبان رسمیه، اینو قبول ندارن، اکثریتشون اینو قبول ندارن تو خود ایران، نه یعنی کل اکثریت که نمیگم همه، ولی بیشترشون اینو قبول ندارن که یه حقوقی باید، اون حقوقی که اونا دارن تو خود ایران بقیه هم داشته باشن. خب فکر میکنم چرا اینطوریه؟ به نظر به نکته مهمی اشاره کرد، به نظر چرا این اکثریت اینجوری فکر میکنن؟ مسائلش یک سری تعصبات و یک سری افکاریه که متاسفانه حکومت های پشت سر هم، چه جمهوری اسلامی چه پهلوی و بقیه، این افکار تو ذهن مردم گنجوندن. که مثلا همیشه بحث این هست که وقتی یک کرد از حقوق خودش میخواد دفاع کنه به عنوان یک انسان، زود این بحث رو پیش میکشن که این جدایی طلبه، این میخواد خاک ایران رو مثلا تقسیم کنن، یعنی موضوع رو میکشونن سر اون بحث و حساسیت درست میشه. یعنی یه جورایی اینو تو فکر مردم گنجوندن، هم اونایی که حکومت میکنن و هم متاسفانه روشن فکر ها و اونایی که دست قلم و اینا. متشکرم از رزگار که از عراق آمد روی خط و نظر داد. بالاخره بعد از دو سه تماس ناکام رزگار اومد و در چارچوب موضوع نظر داد. رویا آریا گفته تمام ایران سرای من است، گفته ایران قشنگیاش به همینه که همه اقلیت‌ها با هم در کنار هم هستن. این کاربر نوشته نژاد پرستی نباید در مورد اقلیت‌ها صورت بگیره. و همطور کسرا گفته یه موضوعی که کمتر مطرح شده اینه که واقعا اقلیت کدوم قومه. گفته آیا آمارهای سازمان‌های حکومتی شفاف هستند؟ مثلا آیا واقعا ترک‌ها نسبت به فارس‌ها در ایران در اقلیت هستند؟ برخی آمار غیررسمی اعداد متفاوت رو نشون میده. از نگاه کسرا گفته در ایران اکثریت و اقلیت قاطعی وجود نداره، پس ابتدا باید مفهوم اقلیت با توجه به شرایط خاص جمعیتی ایران از نوع مختلف رو تعریف کرد. خب رویا اتفاقا یکی از گروه‌هایی که در ایران بارها تو خبرها داشتیم که مورد آزار قرار گرفتن، به افرادی از اون جامعه مذهبی مورد بازداشت و آزار قرار گرفتن، بهایان ایران هستند. ساعتی پیش با دکتر کاویان میلانی از مدافعان حقوق بشر که در واشنگتن دی سی است گفتگویی داشتم. ایشون دیدگاه خودش رو درباره انتصاب جدیدی که دولت آقای روحانی داشته، علی یونسی به عنوان دستیار ارشد یا در واقع دستیار ویژه در امور اقوام و اقلیت‌های مذهبی، دیدگاه خودش رو بیان کرده. ما همین رو بشنویم، برمی‌گردیم. پس ادامه میدیم. مسئله مهم اینه که جو مثبت و هموطنان منتظرن که یک بسیاری اقدامات عملی و اقدامات قانونی و قضایی صورت بگیره که شامل فرضاً پیگیری پرونده مجریان و اساتید دانشگاه بهایی باشه، فرضاً دانشگاه بهایی که آنلاین بوده و الان اینها در زندان هستن، مدیران جامعه بهایی، بالاخره اینها بیگانه هم باید آزاد بشن، و بهائیانی که در سراسر کشور به هر حال به دلایل مختلفی دارن بازداشت میشن. هر بهائیان بنابر نظر فقهی خود این عزیزان به حال از اهل ذمه باید شمرده بشن و دولت موظفه که حقوقشون رو محترم بداره و حقوق علاوه بر شرعی هم خود دولت هم مسئولیت داره که جامعه بهائی بتونه فرزند جوانان بهائی در ایران دانشگاه برن. یه قدم خیلی مهم و اساسی هم لغو مواد مندرج در مصوبه محرمانه سال 91 که به تصویب شورای عالی انقلاب رسیده و توسط آیت الله خامنه ای رهبر ایران هم امضا شده. این سندی است که به حال پایه اقدامات بعدی دولت بوده از اون سال به بعد در جهت محدود کردن جامعه بهایی، و یکی از اقدامات خیلی مهم این هستش که این مصوبه برداشته بشه و کمک می‌کنه که علاوه عملی حقوق جامعه بهایی فوراً و سریعاً اعاده بشه.
اظهار نظر کوتاه بود از دکتر کاویان میلانی مدافع حقوق بشر که نظر خودش رو درباره چشم انداز اعتصابی که در دولت‌های روحانی درباره بحث ارباب و اقلیت‌های مذهبی شده. بریم به کانادا. حمید بیننده است که روی خط ماست. حمید عزیز، شما چه فکر می‌کنید؟ من متأسفانه چند تا مورد می‌خوام اینجا تذکر بدم. اولین مورد اینه که تنها این مختص برنامه شما نیست، بلکه بی بی سی و رادیو فرانسه هم همین مسئله رو عنوان میکنن با همین طرز بیان غلطی که شما عنوانش میکنید. شما خودتون توی آمریکا زندگی میکنید، به عنوان نمونه ببینید توی آمریکا از ایرانی و عرب و مکزیکی و 72 ملت توی این کشور هست و تمام این اشخاص آزادن که در رابطه با زبان روزنامه‌های محلیشون داشته باشن یا گردنمایی‌شون داشته باشن، ولی در اون کشور فقط یک زبان رسمی هست. به این دلیل که کسی که مثلا دارم میگم توی میامی زندگی میکنه میتونه بره توی واشنگتن اسم بنویسه توی دانشگاه، و کسی که توی واشنگتن میتونه بره لس آنجلس، و اگه قرار باشه توی ایران ما یه منطقه آذری نشینه، یه منطقه کرد نشینه، یه منطقه بلوچ نشینه، یه منطقه زبانشان عربه، بلوچ نمیدونم این بختیاری این چیزا هست، اگه قرار بر این باشه که تو هر منطقه زبان خودشان تدریس بشه، امور اداری و اینا بر طبق همون زبان باشه که دیگه تو اون مملکت، یعنی خب همین تمام تقسیمات همین همین نقطه است. کسی نگفته که مثلا زبان ملی در واقع زبانی که برای همه کشور هست انجام نشه. منتها بحثی که فعالان حقوق اقوام دارن میگن که فرض کنید که منی که مثلا ترک هستم، بله، در کنار زبان فارسی که زبان ملی است دارن به من آموزش میدن، این حق رو داشته باشم که در مدارس آموزش زبان ترکی هم برای من باشه. یا فراتر از این، ما خیلی از اقوام ایرانی آیین‌هایی دارن، مثلا در همون آذربایجان، در اشاره کردم به ابتدای برنامه، یه سری آیین‌های ملی دارن، تاریخی دارن، جشن سده میگیرن، جشن مهرگاه میگیرن، بعضی وقتا حتی با همین جشن‌ها هم برخورد میشه، برخورد امنیتی میشه. نکته‌ای که این فعالان حقوق اقوام به طور مشخص دارن اینهاست. مسئله که هست دوست عزیز من، شما نگاه کنید ببینید کی داره باش برخورد میکنه. چون حکومت یه حکومت دینیه، در یه جامعه‌ای که حکومت دینی نباشه، دین در سیاست دخالت نداشته باشه، چه کسی احتیاج به این مسئله داره که نگران این باشه که به عنوان مثلا دوست نماینده جامعه بهایی ما میاد میگه بهایی‌ها حقشونه که توی چیز به اصطلاح دانشگاه برن تدریس بکنن یا به اصطلاح بتونن درس بخونن؟ خب این یه حق اولیه انسانه که بتونن. خب همین رعایت نمیشه، مشکل الان همینه، مزایا و حقوق کشورش استفاده بکنه. پس در نتیجه ما باید مثلا نوک مشکل اصلی، یعنی برگردیم به طریقی که جون در جامعه ما یه حکومت مذهبی هست، این مسائل مشکلات داریم. چون در جامعه ما یه حکومت مذهبی است، بزرگترین معضل جامعه ما الان که مسئله اتمی شده، آمدن دارن میگن که آقای خامنه ای گفته اتم حرامه. آقای خامنه ای بچه همون خمینی است که توی فرانسه گفت مجاهدین کمونیستا بچه من هستن، آمد توی تهران خندید و گفت خدعه کردم. یعنی شما نگاه کنید، متاسفانه باید مسائل از زاویه دقیق و درستش مطرح کرد، نه اینی که تو این بلبشویی که هست اقوام میان میگن، مثلا نمایندگان اقوام میان میگن آقا به علت ذهنیتی که هست متاسفانه جامعه ما دوستان شهامت برخورد با این مسائل ندارن. مثال خیلی مشخصش در رابطه با همین مسئله آذربایجان، شما نگاه کنید اسنادش بیرون آمد، اسنادش هم همه جا هست موجوده، که استالین کسی بود که دستور ایجاد فرقه دموکرات داد با تمام مشخصاتش که چه تعداد داشته باشن، کی باشه، فلان باشه، چه باشه. حزب توده در بس آمد چون به فرمان استالین بود رفت اونجا، ولی متاسفانه روی این مسئله نمیاد فکرش. آقایان نمیان بگن که آقا این یه مسئله اشتباهی بود، فرقه یه مسئله بود که باعث خیانت شد، و حالا ما چون ایرانی هستیم در بله اول باید مشخص بشه که آقا ایرانی هستیم، تمامیت ارضی قبول داریم، ما نمیخوایم از ایران جدا بشیم. یعنی اینا مسائلی که مشخص بشه. شما نگاه کنید، مثلا دارم میگم توی همین آمریکا چند سال پیش توی همون تگزاس یه عده‌ای می‌خواستن چیز بکنن، اون علمو نمی‌دونن بساط زده بودن، حکومت چه بذارشون آورد، یا تو هر منطقه دیگه. من کار با جمهوری اسلامی ندارم، جمهوری اسلامی عامل اولیه ایجاد نفاق در بین مردم ما، تک تک مردم ما، بعد کنار ما میته میگه اگه من برم اینا همه جداسری میکنن. تغذیه کننده اصلی جمهوری اسلامی باید، یعنی مشکل اصلی باید برای مردم توضیح داده بشه. تا رژیم استبدادی اسلامی سر کار باشه، تا جدایی دین از سیاست نباشه، ما همین مشکلات داریم. متشکرم آقای حمید که آمدی دیدگاه خودت رو بیان کردی.
آقای یونسی نوشته باید آقای روحانی با شفافیت بگه که یک بارم که شده به ملت بگه در تعیین همین دستیار اقلیت‌ها و مذهب چند نفر از نمایندگان اونها حضور داشتن. و اسماعیل هم گفته با توجه به خیلی از دوستان که خودشونو جز اقلیت‌ها میدونن و خودشونو ایرانی نمیدونن، میخوام بگم که یکی از اهداف حکومت فعلی اینه که تمام این اقلیت‌ها رو جدا از همدیگه نگه داره و اینطوریه که میتونه به اونها حکومت کنه ولو با زور. اما به نظر من، یعنی به نظر اسماعیل، زمانی اقلیت‌ها به حقوق خودشون میرسن که همه با هم اتحاد داشته باشن، اتحاد ملی، و خودشون جدا از هم ندونن. اینکه هر شخصی امروزه خودش رو جدا از ایران میدونه نشون میده که حکومت تا حدی به اون چیزی که میخواسته رسیده. نکته جالبیه که یه بیننده ما که اشاره کرد که الزاماً تکیه بر حقوق قومی به معنی جدایی طلبی نیست. احتمالاً حمید هم فکر کرد برعکس این فکر کرد، یعنی فکر کرد که هر کسی که داره حقوق قومی رو دنبال میکنه مبنی بر این که داره دنبال جدایی میشه، در حالی که خیلی از فعالان حقوق قومی و در این حال فعالان مذهبی اصلا دنبال بحث جدایی نیستن و اینو صراحتاً هم گفتن. برگردیم یه تنفس داشته باشیم، برمیگردیم با سامان بیننده‌ای که روی خط ما هست، بحث رو ادامه بدیم. خب رویا اشاره کردن خیلی از بیننده ها یا در واقع نظراتی که خونده شد به خود شخص علی یونسی. یه نگاهی بندازیم ببینیم علی یونسی کیست. علی یونسی وزیر اطلاعات دولت محمد خاتمی بود. بعد از اون ماجرای قتل های زنجیری و استعفای دوره نجف آبادی انتخاب شد. متولد 1330 در نهاوند، چهارمین وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی. مشاغلی که داشته از جمله ریاست سازمان قضایی نیروهای مسلح، معاون حقوقی مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام و مشاور امنیتی رئیس قوه قضاییه وقت در دهه 70. اما نگاه کنیم ببینیم دیدگاه ایشون که به عنوان دستیار ارشد رئیس جمهوری در امور اقوام و اقلیت‌های مذهبی انتخاب شده چیست. گفتگویی داشته با روزنامه آرمان روابط عمومی و علی یونسی در اونجا نکاتی رو گفته، از جمله اینکه گفته اقوام و اقلیت‌های مذهبی به هیچ وجه تهدید نیستند. نگاه امنیتی به اقلیت‌ها خطرناست. اقلیت‌ها باید استاندار و فرماندار و وزیر شوند. اگر حقوق شهروندی به طور کامل اجرا شود به شعار و اقدام دیگری نیاز نیست. اینها رویا بخش‌هایی از دیدگاه علی یونسی است که خب خیلی‌ها بهش انتقاد کردن، گفتن که اصلا چرا یک چهره امنیتی اومده، اما به نظر میرسه با یک شرح وظایف جدید ایشون داره تو این سمت میخواد کار بکنه. هم نگاه مثبت بود بر انتخاب ایشون، هم نگاه منفی بود و کاورای زیادی بودن که در موردش صحبت می‌کردن. کاوری برام نوشته تعیین یک شخصیت امنیتی و اطلاعاتی به عنوان مشاور امور ادیان و اقوام در حالی هستش که روحانی در بیانیه 10 ماده خودش گفته که راه رو بر هر گونه تبعیض ناروا در همه ابعاد آن بسته و همچنین نگاه امنیتی رو نسبت به اقوام و فرهنگ‌های ایرانی برداشته و سعی خواهد کرد که آن را از ساختار و روش‌های سیاسی امنیتی به نظام مدیریتی علمی و کارآمد تغییر بده. خب به کرج بریم. خانم سیما بیننده‌ای که روی خط ماست، بشنویم نظر ایشون رو. خانم سیما لطفاً از طریق گوشی تلفنتون با من صحبت کنید که صدا ما نکسش. الو، درود بر شما آقای سیگاچی و همکارتون. من راجع به حکومت های دینی میخوام بگم که کلا تاریخ مصرف این حکومت ها گذشته در دنیا که آدم بیاد کسی فتوا بده، نمیدونم محاربه با خدا، نمیدونم اینجور مسائل. بعد در مورد اقلیت ها، من در کلاس هم قبل از انقلاب در دانشگاه سنی مذهب داشتیم، زرتشتی داشتیم، مسیحی داشتیم، نمیدونم دیگه، بله اینا رو داشتیم و اصلا هیچ مشکلی با اینا نداشتیم. و بهایی ها در منطقه که من زندگی میکردم یه خانواده بهایی بودن که اینا مدرسه رو وقف کردن، یعنی ملکشون رو وقف کردن. ما در اونجا درس خوندیم و به یه جایی رسیدیم و تمام همشهری ها. حالا من چجوری بگم مثلا بهایی بده؟ من کلا موافق با دین و اینجور عقایدش آدم تحویل کنه به دیگران نیستم، ولی چجوری آدم بگه که مثلا بهایی بده؟ بله
خب چشم اندازتون چیه؟ فکر میکنید که حالا که بالاخره یک دستیار ویژه‌ای از سوی رئیس جمهوری ایران منصوب شده میتونه کمک بکنه برای اینکه این نگاه و این محرومیت‌ها تغییر کنه؟ به نظر من تا کسی هست که خودشون نماینده خدا میدونن و حکم صادر میکنن و فتوا میدن، به نظر من فکر نمیکنم بشه چنین چیزی یا همچین چیزی که ما در قبل از انقلاب داشتیم الان داشته باشیم. بله، ممنونم ازتون که خانم سیما از کرج آمدید روی خط و نظر دارید. کاربری نوشته که مطمئناً برای اقلیت سنی مذهب هیچ دستاوردی محسوب نمیشه این انتخاب گفته، چون که یک رقیب سنی ها یک رقیب بسیار قدرتمند برای ایدئولوژی جمهوری اسلامی ایران هستن، گفته بنابراین باید کنترل بشن و محدود، مثلا با وجود بیش از 1,000,000 اهل سنت در تهران نباید مسجد اهل سنت داشته باشن و ساخته بشه. همچنین در مورد قومیت ها یا ملیت هایی که با توجه به تنوع امکانش هست یک مقداری آزادی داده بشه، ولی برای مناطق سابق که سابقه قبلی آشوب‌های ملی‌گرایانه مثل خوزستان، کردستان و ترکمن‌ها رو دارن انتظار معقولی نمیشه داشته باشیم. و این نظر این کاربر بود. آرش، اشاره کرد به 1,000,000 اهل سنت، چند بار کاربری دیگه هم به اهل سنت اشاره کردن، حتی تا دیروز پیروز هم عید قربانشون بوده و حتی اجازه ندادن در مساجد خانگی نماز بذارن و نمازشون به هم زدن. اجازه نماز جماعت عید قربان رو بهشون نمیدن، نماز عید فطر هم همینطور. کاوه کرمانشاهی از فعالان مدافع حقوق بشر هست که ساعتی پیش باش گفتگو کردم، به هر حال او کرد هست و از نزدیک با مشکلاتی که در اون منطقه از ایران وجود داشته آشناست. کاوه الان در آلمان، اما ساعتی پیش با هم گفتگو داشتیم که با هم بشنویم. انتظار میرفت از آقای روحانی که در شعارهای انتخاباتشون مهمترین نکته ای رو که در مورد قومیت ها و مذاهب گفتن برداشتن اون نگاه امنیتی از این مناطق و در رابطه با این افراد بود، انتظار می رفت که ایشون شخصی رو برای مشاوره خودشون در این امور انتخاب بکنن که شخصی امنیتی نباشن. اما آقای علی یونسی همونطور که خودتون می دونین شخصی هستن امنیتی، سالها در رأس امنیتی ترین نهاد دولتی قرار داشتن و برعکس انتخابی که مثلا آقای روحانی در حوزه زنان داشتن و خانم ملاوردی که یک خودشون آشنا به مسائل زنان هستن، ارتباط بسیار خوبی با فعالان این حوزه دارن رو انتخاب کردن، انتظار ما هم این بود که آقای روحانی کسی رو انتخاب بکنن که در وهله اول خودشون وابسته به یکی از این گروه‌های ملی یا مذهبی باشن و در وهله دوم آشنا باشن به مسائل و مشکلات اونها و بتونن ارتباط خوبی رو با فعالان این حوزه داشته باشن. آقای یونسی در مصاحبه‌ای که با روزنامه آرمان داشتن از نگاه یک پدرخوانده به مسئله قومیت‌ها و مذاهب نگاه کردن و اونها رو فرزندانی خطاب کردن که اگر باهاشون بد رفتاری بشه اینها ممکنه خودشون رو بیگانه احساس بکنن. ولی با وجود تمامی این انتقادات ما امیدوار هستیم، همونطور که آقای یونسی در مصاحبهشون با روزنامه آرمان گفتن و جاهای دیگه هم عنوان کردن، که اولویتشون توسعه و رشد اقتصادی مناطقی هست که ملیت‌ها در اونجا حضور دارن و میخواد محرومیت زدایی بکنه از اون مناطق. من امیدوار هستم که حداقل این وعده ها مثبتی رو که دارن عنوان میکنن بتونن همین وعده ها رو در قدم اول اجرا بکنن و در مراحل بعدی بریم به سمت این که واقعا هیچ نوع تبعیضی علیه ملیت ها و مذاهب در ایران وجود نداشته باشه. دیدگاه کاوه کرمانشاهی بود، فعال مدافع حقوق بشر. بریم به آلمان ببینیم خانم فریبا بیننده که روی خط ماست چه نظری داره. ببخشید. خواهش میکنم بفهمید. آقای سیگارچی، اولا که خسته نباشید. میخوام بگم از ماست که بر ماست. من الان سالها تقریبا 35 ساله که در آلمان هستم. و قبلا هم در ایران بودم و شاغل بودم. متاسفانه اولین ایرادی که من میگیرم به خود ما. خود ما ملت هستیم. بسیار زیادی از ما به علت کم فرهنگی و کوتاه فکری اختلاف به وجود میاریم و بین اقلیت ها و خودمون یک دیواری میسازیم و بسیار خشیه میزنیم. ما خودمون اول باید اصلاح کنیم تا بتونیم از دولت ها بخوایم که این به اصطلاح اقلیت ها هم همه در یک سان باشن.
متاسفانه من خودم وقتی میرم و میام میبینم که چقدر با اینها بدرفتاری میشه و امیدوارم که انشاءالله این مسئله برطرف بشه و واقعا همه اقوام مثل همه سراسر ایران همه یکسان بشن و همه بتونن از اون چیزی که واقعا حقشونه استفاده کنن. متشکرم. خواهش میکنم خانم فریبا، ممنون که آمدید روی خط. و فرزاد که گفته برای اولین بار توجه کردن به مشارکت اقلیت‌های قومی و مذهبی، اون هم بعد از چند دهه، همچون معجزه هستش که نشان از چرخشی اساسی در نگاه دولت مردان حاکم در ایران هست. این کاربر نوشته به هر دلیلی که باشه نتیجهش مثبت و بسیار امیدوار کننده هستش و قدم‌های عملی در جهت یک آشیه ملی با رعایت حقوق مردم. فرزاد گفته انتهای این راه صلح و آرامش و رونق اقتصادی و ثبات سیاسی رو فراهم میکنه و به نظرش عقلانی ترین کاری بوده که برای حفظ منافع ملی میشده انجام بده. از بینندگان اسکایپی ما سامان روی خط هست، مدتی هم رو خط مونده. سامان، نظر شما رو بشنویم. فکر میکنید که انتصاب دستیار ویژه از سوی دولت، از سوی حسن روحانی رئیس جمهور ایران بتونه کمک کنه به احقاق حقوق اقوام و اقلیت‌های مذهبی یا خیر؟ درود بر شما، درود بر همه مردم عزیز ایران. من احساسم اینه که آقای روحانی قبل انتخابات یه سری شعارها داد، خصوصا در مورد اقلیت‌ها. اومد گفت که باید حقوق شهروندی برابر باشه. یه بدبستون سیاسی اینجا پیش اومد. یعنی یه سری اومدن تو این چند ساله بیشترین رأی اقلیت‌ها امسال تو رأی‌گیری دادن به آقای روحانی. واسه همین آقای روحانی واسه جبران این اومدن آقایون اقلیت یا دوستانی که شهروند عزیز ایرانی که من رای دادن، یه نفر انتخاب کرد. اینا نماینده مجلس داشتن. اینا حرفشونه که ما وزیرم میخوایم، ما استاندارم میخوایم. خب به نظر نباید داشته انتخاب... باشن. ولی آرش جان، انتخاب آقای یونسی مقداری تأمل برانگیزه. چرا؟ اتفاقاتی که تو کردستان پژاک افتاد، اتفاقاتی که تو خوزستان افتاد، اتفاقاتی که تو بلوچستان افتاد، احساسم اینه که آقای روحانی هم می‌خواسته یک به جامعه عمل بپوشونه به شعاری که داده. گفته من واسهتون نماینده انتخاب میکنم. از اون طرف هم میخواد شخصی رو اونجا بذاره مثل آقای یونسی که کارنامه مشخصی داره و اصلا کلن فکر و ذکر این آقا امنیتیه. یعنی کسیه که کلن کار امنیتی کرد از اول. هر شما میخونه تو کارنامهش این شخصی بوده که این به نظر میخواد هم کنترل کرده باشه، هم به یک نوعی بیحساب شده باشه با طرف مقابلش که بهش رأی دادن. من نظرم اینه. بسیار ممنون. حالا یه نکته گفتی من متوجه نشدم. به نظرت این که اقوام ایرانی که تو انتخابات مشارکت زیادی داشتن، گفتی که اینا انتظار داشتن که وزیر در دولت داشته باشن، به نظرت انتظار نابجاییه؟ بالاخره نه، اونم وزیر، حالا منم بعد ببینیم که اون شرایط که واسه وزیر هست چه شرایطی خب تو قانون، ولی انتظار نابجایی هم نیست. بالاخره یه مقدار از جمعیت ما، حالا چه اقلیت دینی باشه چه ملی، یه سری از جمعیت ما افرادن. انتظار به نظر من انتظار نابجایی نیست. ممنونم که آمدی روی خط، نظر دادی. سامان از تهران. و یاشار که گفته انتخاب دستیار ویژه برای اینکه نشون بده آرمان‌های انقلاب که 30 و اندی سال بدترین رفتار رو با اقلیت‌های قومی و دینی در ایران داشتن، مجریهاشون مقصر بودن و جمهوری اسلامی در اصل مخالف فشار بر اقلیت‌هاست. این کاربر نمیشه اگر هم دولت بتونه یه کارایی رو بکنه، بعضی وقتا ما مردم هم مقصر هستیم چون به اقلیت‌ها خیلی توهین می‌کنیم. و همینطور وحید گفته در خیلی کشورهای اروپایی این تفاوت در زبان و رسوم وجود داره و میشه به خوبی دید، اما هیچ وقت از حق خواهی و تجزیه طلبی صحبتی به میان نمیاد. ممنونم از تو. یا آقای ناصری، رضا و پژمان دیگر بینندگانی هستند که در ادامه برنامه باشون صحبت می‌کنیم. نظر @voanews.com، تماس شما با مدیریت بخش فارسی صدای آمریکا. نظرات و پیشنهادات خود را مستقیماً با مدیریت بخش فارسی صدای آمریکا در میان بگذارید. نظر @voanews.com. خب رویا، این بحث انتصاب دستیار اولین بار نبود که مطرح شد، اما هرچند که اولین بار بود انجام گرفت. پیش از اینم کسایی مطرحش کرده بودند. سال 84 مصطفی معین از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری از جمله کسانی بود که وعده داده بود اگر انتخاب بشه در اون انتخابات معاون حقوق بشر رو منصوب میکنه. گفته بود چنانچه انتخاب شوم در انتخابات معاون حقوق بشر انتخاب میکنم تا هر روز این مسئله رو پیگیری نموده و گزارش خود رو به من و مردم بدهد. و خب این رو تو سال 84
24-29 فروردین گفته بود. غیر از ایشون 4 سال بعد تو انتخابات 88 هم مهدی کروبی این وعده رو داد. آقای کروبی گفته بود که معاونت حقوق بشر رو ریاست جمهوری تشکیل میده که بتونه مانیتور کنه و دنبال کنه که ببینه آیا نقضی حقوق بشر صورت میگیره. یکی از نکات جالب این بود که حسن اسدی زیدآبادی مشاور عالی کمیته حقوق شهروندی ستاد کروبی گفته بود به زودی برنامه عملیاتی ایشون برای تشکیل معاونت حقوق بشر ریاست جمهوری منتشر میشه. که خب میدونیم حسن اسدی زیدآبادی رویا یکی از بچهای فعالی بود که بعد از انتخابات بازداشت شد و مدتی زندانی. حالا انقدر تکرار شد به یک روز به اجرا رسید، اما خب هنوز بر سر اینکه چه کسی در این اجرا این سمت رو گرفته و پذیرفته یه خورده بین کاربران شبکه‌های اجتماعی بحث و حدیث. واحد قاراباغی کسی هستش که مقاله‌ای رو برای ما ایمیل کرد که من بخشی از اون رو انتخاب کردم برای شما میخونم. گفته اساسا یکی از نکاتی که سبب میشه به مسئله امور اقوام و اقلیت‌های دینی در دولت تدبیر و امید به دید تردید نگاه کرد، انتصاب یک شخص امنیتی به عنوان مشاور عالی رئیس جمهور در این خصوصه. گفته علی یونسی وزیر سابق اطلاعات بود و انتصاب شخصی با چنین سابقه‌ای برای متولیگری مسئله‌ای که در کل همواره یک موضوع امنیتی برای ایران محسوب می‌شده، این نظر رو تقویت می‌کنه که در واقع نه تنها قرار نیست در عمل قدمی در راستای احقاق حقوق اقلیت‌ها در ایران برداشته بشه، بلکه برنامه‌ای است که موضوع رو بیش از گذشته و به صورت رسمی نیز امنیتی کنن. این نظر این نویسنده ازشون. گفته یونسی میگه در اینکه وحدت ملی و تمامیت ارضی اساس همه تصمیمات سیاسی است تردیدی وجود نداره و این سوال به جا میمونه که پرسیده شود مگر همواره این موضوع به وحدت ملی خود بهانه‌ای برای تبعیض و سرکوب ها نبوده و اگر قرار است باز هم در همین پاشنه بچرخد دیگر چه نیازی است که وی با سلام و صلوات و هزار منت از احیای حقوق شهروندی بگوید. به سیستان و بلوچستان بریم ببینیم که به حسین روی خط اسکایپ ما نظرش چیه. حسین از سیستان و بلوچستان بشنویم نظرتون. سلام عرض میکنم. من خیلی ساده خدمتتون بگم که اعتقاد دارم به شایسته سالاری، نه اینکه حتما یک اقلیت خاص بیاد روی خط روی کار. بنابراین شایسته سالاری اون کسی که شایسته هستش، اگه در فنی منطقه، در تشیع، در همه اقلیت‌ها، در هر جای ایران شخصی شایسته باشه، از اون مکان، از اون محل، به هر مذهب و به هر دینی اگه شایسته باشه و بیاد سر کار، خیلی مشکلات محل میشه. دا اینکه بخواییم حتما میگیم اگه حتما از این اقلیت باشه، با اینکه بگیم کنم ایران از مذهب بیشاره یکی از همه اقلیت‌ها مذهبیش همونطور که فرمودید نماینده داره. این نکته خیلی ساده هم بگم که برای هموطنان خودم، برای همشهری خودم که خیلی گاهی وقتا اعتراض میکنن به اینکه حالا من ما خانمان نره پیش پزشک زن، میخواد ازشون بپرسم اگه میخواین خانمان نرن پیش پزشک زن چرا نمیتونید دخترها درس بخونن؟ بچه شما میلین که باید دختران درس بخونن، این علتی چیه؟ من اصفایی میکنم حسین عزیز که آمدی روی خط و نظر دادی، صدات کیفیت لازم نداشت. من دیگه این اواخر صحبتاش متوجه نشدم که حسین چی گفت. اگه ارتباطش بعد برقرار شد بعدش ببینیم چی. در مورد تحصیل بود، تحصیل دختران در بلوچستان. کامبیز گفته متاسفانه به خاطر فضای خفقان رسانه‌ای که در رژیم جمهوری اسلامی وجود داره، خیلی از اقلیت‌های دینی مورد سوء استفاده، ظلم و ستم ماموران حکومتی قرار می‌گیرن، ولی جایی بازتابی از اونها وجود نداره. و محمود منتقد با انتصاب آقای یونسی مشکل اقوام حل نمیشه. گفته اقوام بیشتر در شهرهای از ایران واقع شدن، تقسیم امکانات بین اقوام و شهرهای مرکزی عادلانه نبود. گفته همچنین درصدی از مردم ایران اهل سنت هستند که با بیمهری نظام تا کنون مواجه شدند و حتی نتونستن هیچ کدوم از پست‌های دولتی و نظامی رو در اونها خدمت کنند. گفته هموطنان بهایی و زرتشتی و دراویش هم به خاطر نوع اعتقادشون از بسیاری از امکانات بی بهره بودند و در پاره‌ای از موارد حتی مورد بیمهری و آزار و اذیت نظام هم قرار گرفتند. خوب، نادر بیننده ایست که از هنگ کنگ روی خط ماست. نادر، نظر شما چیست؟ آیا انتصاب از اسرار ویژه در امور اقوام و اقلیت‌های مذهبی میتونه کمک کنه که حقوق این گروه تامین بشه؟ من الان میتونم صحبت کنم؟ بفرمایید، خواهش میکنم. سلام علیکم. والا من میخواستم بگم که نظرم در مورد این مامورای امنیتی و الان این حکومتی که بذاریم، میدونی که اینا همشون بچه‌های بعد از انقلاب حالا مثلا 40 سالشونه. اینا همه بچه‌ای که بعد از انقلاب یا همیشه انقلاب که شده به دنیا اومدن و اصلا اینا با این
با این حکومت که مثلا میخواد همیشه این اقلیت‌های مذهبی و حتی اونایی که یه ذره تفکرشون هم با اینا فرق می‌کنه، اینا رو تحت فشار گذاشتن. من برام پیش اومده که حتی به خاطر این که مثلا یه نفر، مثلا من یه گوشواره تو گوشم بوده، میخوام از مثلا امیگریشن رد بشم، جلو منو گرفتن، نه بابا پاسپورتتو بده، کفشتو دراشو نزدیک بود شورت منم در بیارم، به عذرت میخوام البته، ولی اینقدر دستمالی کردن ما رو که آقا بفهم بعد اون بیرون اون چند وقت مقیم خارجی، نمیدونم چه کاره ای، چی کار میکنی فلان. بابا این کارا من میخوام از امروز رد بشم. این کارا چیه؟ اینا میدونن چیه طرز فکرشون؟ اصلا این دولت اسلامی اینا رو اینجوری پختادشون که اینجوری به مردمی که یه ذره تصمیمشون با اینا فرق میکنه. حالا بابا من یه گوشواره انداختم گوشم، مگه گناه کردم؟ ممنونم خدا. ممنونم از شما آقای نادر که از هنگ کنگ آمدی روی خط نشر دادی. و نظر رضا که گفته مقوله حقوق اقلیت‌ها و اقوام چه بخواهیم و چه نخواهیم ارتباط مستقیم با امنیت ملی داشته و داره و به نظر میرسه انتخاب آقای یونسی بهترین گزینه در این خصوص. این نظر رضا هستش، گفته چرا که ایشان ضمن اشراف به این مقوله نگاه تساهلی در مقولات امنیتی دارن و با حضور ایشان و تاثیرگذاری و تخصص وی میتوان به روزهای خوبی در آینده امیدوار بود و انتظار اون رو داشت. گفته نفس تاسیس این معاونت نیست در راستای ارتقای حقوق شهروندی و ایجاد برابری و برادری میتونه مقوله مهم و مورد تأملی باشه. به سوئد بریم. میثم بیننده دیگریش که روی خط ماست. میثم نظر شما رو بشنویم. درود بر شما آقای سیگارچی. خواهش میکنم. من میثم فرادی هستم، از سوئد تماس میگیرم. خدمتتون عرض کنم که در رابطه با اقلیت‌های مذهبی و قومیتی باید بگم که تقریبا میشه گفت دو مقوله جداگونه است که یک مقداری از بالا که بیایم، از طرف مذهب که بیایم، در تمام دولت‌هایی که توی این 32 سال وارد خود حکومت شدن، هیچ کدومشون رو شما نمی‌بینید که حتی یک سنی، مسلمان سنی در خود دولت وجود داشته باشه. دوم این که حتی با قومیت‌هایی که در اونجا سنی بیشتر هستش مشکل دارن، حتی مسیحی، کلیمی و زرتشتی به هیچ عنوان نمی‌بینید و نخواهید دید در هر صورت در هر دولتی که وجود داشته باشه. نکته بعدی از نظر مذهب که بخوایم نگاه بکنیم، بعد از سنی و کلیه ادیانی که معرفی شدن در قانون اساسی، اقلیت‌هایی مثل بهائیان رو حتی اینجوری در اصل گنجوندن توی ذهن مردم که انسان‌هایی هستن، خیلی عذر میخوام، من خودم نهایی هستم دارم میگم، که نجس هستن و معامله با اونها حرام هستش از نظر دین اسلام. و خدمتتون عرض کنم که حتی رفت و آمد کردن با اونها حرامه و مسائلی که مربوط به بهائیان میشه، حتی از حق کوچیک تحصیل برخوردار نیستن، اجازه معامله ندارن، سندی رو حتی در ایران گاهی اوقات پیش اومده که از قدیم داشته باشن ولی الان نمیتونن معامله بکنن و از اینجور مسائل که متاسفانه در کشور ما بسیار وجود داره. نه نکته خیلی کوچیک هستش. از نظر قومیتی هم که بخواید بهشون نگاه بکنید، هر قومیتی که داشته باشید از هر مذهبی غیر از شیعه، شما میبینید که واقعا برخورد خیلی واقعا بد با. حالا آقای فرادی، چشم‌انداز چیه؟ به هر حال آقای روحانی در دولت خودش یک دستیار ویژه برای این امور گذاشته. فکر می‌کنید این بتونه تغییر بده فضا رو؟ اصلا هیچ فرقی نداره غیر از آقای روحانی، هر کس دیگه‌ای باشه، هر کس دیگه‌ای بیاد، اینها شعاره. آقای احمدی نژاد در دوره خودش خیلی تند رفتار کردن و خیلی ها در دوره سال 88 که انتخابات بود گفتن ما رأی نمیدیم، این دوره اومدن آقای روحانی رو انتخاب کردن که بگن ما دولت اصلاح طلب وارد شده، وگرنه خیلی عذر بخوام پالون همون پالونه، هیچ فرقی نکرده. متشکرم، خواهش میکنم که بیننده‌های عزیز میان روی خط رعایت مسائل رو بکنه. سویا جمال گفته به امید روزی که به همه به آزادی و دموکراسی و حق تعیین سرنوشت ایمان و اعتقاد خودشون داشته باشن. و همینطور کاربر دیگه این نوشته که ای کاش یکی از اقلیت‌ها یا اقوام در این سمت منصوب میشه تا حداقل با مشکلات اقلیت‌ها و اقوام بیشتر آشنایی داشته باشه و این کارو انجام بده. و سحر گفته به هر زبان و مذهبی که باشیم ایرانی هستیم، مهم اتحاد هستش، با هم بودن هستش، پیمان داشتن برای ساختن ایرانی آباد
آباد و آزاد. مهم هستش فارس، ترک، لور، کرد، عرب همه با هم برادر و برابرن و نباید یک اشتباه باعث جدایی ما از یکدیگه بشه. گفته ایران با همه قومیت‌ها ایران هست. رسیدن به هدف نهایی یعنی ساختن ایرانی آباد و آزاد در سایه اتحاد فقط قابل دسترسی هستش. بریم به ایتالیا. هوشنگ روی خط ماست. هوشنگ شما چه فکر می‌کنید؟ سلام عرض می‌کنم. همونطوری که من فکر می‌کنم حدس می‌زدم آقای روحانی منتصب خواهد شد، برای اینکه شرایط روز طوری ایجاب می‌کرد که ایشون رو بذارن و ایشون انتصاب منتصب بشن، چرا که مشکلات اقتصادی مملکت و این تحریم‌ها بسیار فشار زیادی آورده بود، منطقه هم بسیار شلوغ بود و جوان‌ها بسیار اعتراض داشتن، امکان این بود که در ایران هم این چیزا صورت بگیره. به هر حال روی هم رفته آقای روحانی انتخاب شد برای اینکه بگن که مردم ایران ایشون رو انتخاب کردن چون فشار اقتصادی هست و ایشون باید برن اونجا و توافق بکنن، که ما اینکه توافق کردن امروز گفتن که شما میتونید ما امضا میکنیم اون پروتکل التاقی رو و همه کارا انجام بشه و هر وقت میخوان کشور غربی بیان و میتونن تمام سوراخ سنبه ها رو بگردن و نگاه بکنن که ما چی داریم. قبول کردن برای اینکه به هر حال میبایستی مردم از تنگی مایحتاج روزانه خلاص بشن. من معتقد هستم که آقای روحانی باید یا باید گروه های اقلیت های مذهبی، اقلیت های نژادی یا نژادی که اقلیت گروهی رو از شبت که تحت فشار تحت آزادی بیشتری قرار بده که بتونن اینها به زبان های خودشون صحبت بکنن، ولی مذهبی رو من بعید میدونم به دلیلی که اینها فقط شیعه رو میبینن. حتی بچه های حضرت علی رو که عمر و ابوبکر اسم داشتن رو اسم نمیبرن، تا چه رسد به اینکه مسجدی در تهران درست بکنن برای ابوبکر و عمر، حضرت ابوبکر و عمر. به هر حال من فکر میکنم که اقدام بعدی آقای روحانی آزادی بیشتر برای اقلیت های گروهی خواهد بود، زبانی خواهد بود که تربیت بکنن مازندرانی ها به زبان مازندرانی صحبت کنن و حرفاش رو بزنن و بقیه اقلیت های مثلا گروه سیاسی هم همینطور. ممنونم از شما آقای هوشنگ از ایتالیا. فرزاد اهل سنت هستش و گفته که از جمهوری به ظاهر اسلامی هیچی نمیخوایم، نه پست میخوایم، نه مقام میخوایم، حداقل چیزی که ازش میخوایم ایجاد فضایی هستش که بتونیم در اون مراسم خودمون رو انجام بدیم. و احمد گفته در خصوص اقلیت‌های مذهبی در ایران متاسفانه به علت محدودیت آزادی در ایران خیلی از اقلیت‌ها نمیتونن از حقوق مدنی و دینی خودشون دفاع کنن. گفته ضمناً دولت مردان ایران هیچ اجازه‌ای به اقلیت‌های دینی نمیدن که فعالیت کنن. این نوع از تصمیمات که به صورت غیر علنی هم هست اصولاً میشه گفت که زیر پا گذاشتن حقوق بشر هست و نه چیز دیگه. و کاربری هم به نام مصطفی گفته که استان‌های ترکنشین آذربایجان سهم ناچیزی از اقتصاد نفتی ایران دارن و گفته برعکس هر آنچه که خودشون دارن مرکز میفرستن و گفته که کلمه ترک در ایران استفاده نداره، در مدرسه حتی یک خط کلمه ترکی یا تاریخ ترک وجود نداره. گفته مناطق ترکنشین به استان‌های غیر ترک واگذار میشن و تا دلتون بخواد از این خبرها و اتفاقای دیگه هم هست. ممنونم ازت رویا که نظر بینندگان رو منعکس کردی. از پژمان از ایران عذرخواهی میکنم که فرصت نشد که بگیریمش و همچنین آقای ناصری بیننده دیگری که از هلند با ما تماس گرفته از ایشون هم عذرخواهی میکنم. یک توضیح بدم برای بینندگانی که در واقع شما عزیزانی که بیننده برنامه روی خط هستید، بارها دیدید در برنامه روی خط ما سعی میکنیم میزبانیش کنیم نظرهای شما عزیزان رو، چه موافق موضوع باشید چه مخالف، چه دیدگاهتون با اون چیزی که مطرح میشه، مثلا همین بحث امشب موافق باشه یا مخالف، ما هیچ قضاوتی نمیکنیم، تنها میخوایم در این بستر اجازه بدیم که این گفتگوها این نظرها شنیده بشه. بنابراین خواهش میکنم اگر روی خط میایید، میدونم که اکثریت قاطع بیننده هایی که میان روی خط این رو رعایت میکنن، اونتا یه گروه خاصی هم هستن که متاسفانه هر چند گاهی با نظرهای خاص میان تو برنامه و سعی میکنن برنامه رو منحرف کنن و در واقع یه جورایی از این فضای آزاد میخوان سوء استفاده کنن. هیچ اراده‌ای برای این نیست که صدای قطع بشه، هیچ اراده‌ای برای این نیست که ممانعت ایجاد بشه، تنها میخوایم که دوستانی که میان روی خط نظر و دیدگاه خودشون رو بیان کنن که شاید از این مباحث نکات ویژه‌ای دریافت بشه بر سوی سایر بینندگان.
آرش خوش در مورد فیسبوک هم میگفتی که میان این کارا رو انجام میدن. اما موضوع فردا، ما فردا برنامه زنده نداریم آرش، و برنامه تورم رو میخوایم دوباره تکرار کنیم و بحث تورم رو میخوایم، البته این برنامه تکرار، امیدوارم کسی بهش زنگ نزن، اما میتونید فردا تکرار برنامه تورم که در هفته گذشت رو ببینید. ممنونم ازت رویا که کمک کردی. از بینندگان عزیز، شما عزیزان تشکر میکنم که در این یک ساعت با من و رویا و سایر بینندگان، همکارانی که پشت صحنه هستند، تشکر میکنم. تا فرصت بعد، خدا نگهدار. شب خوش. خدا نگهدار.